دا سری لال خبرونه په دوام سره بیا هم شرح خلاص مل ملرو عنایت الله مصلح د مالی هوشیارتیا په اړه باندې غږیږو د خپل د اقتصاد مسل دی په کابل پنتون کې ډیر مننه چې موږ بلنه مو نل اسری لال خبرونه ته شرح خلاص زنده سلامات بشه مسلم عرض ادب در خدمت شما مننه زه تشکر از اینکه ما را دعوت کردین عرض ادب شما جوړ سلامات بشین خلصان اسمه کمره د برنامه شما هستم سلام ویجا خدمت تمام دوستان هات عزیز درم عرض ادب در هر کجای که هستن جوړ سلامات بشین او دور از گزند روزگار باشین ان شاء الله که زندگی به مراد شما باشه هر کله راسی ډیری ځوانان لکه تاسو ځکه اقتصاد وایس په دې برخه کې کار کوي نو په دې خاطر موږ غوښتل چې ډیری ځوانان په دې باندې پوښتنه چې څنګه خپل پیسې مصرف کړي او لکه څنګه چې تاسو عنوان ورته ورکړی وو هوشی مالی یا پښتو کې ورته مالی هوشیارتیا ورته وایي په سر کې غواړو دا یو څه واضح کړو چې څه معنی لري او څنګه پیسې دار کېدلی شو ځکه ډیر مهم مسله ده بله موضوع بسیار مهم است و ما امیال باور دارم که دوستایی که ما را میبینن در این فکر شدن که واقعا موضوع بسیار جالب است که ما چگونه میتونیم به پول دست پیدا بکنیم چون ما اگه امروز پای خود پشت پیسه لاج کمی سالا یا میانش بگیم در فکر ازی هستن که چگونه باید پول دریافت بکنیم یک تعریف کوتاه ازی داشته باشیم که هوش مالی یعنی چی از اونجا که نامش پیداست هوش مالی یعنی مهارتی که آدم به خاطر پیدا کردن پول باید داشته باشه یا دریافتن ثروت یا دست پیدا کردن به موفقیت به پول اصطلاح منش یک طرف مختصر اگر داشته باشه می است که هوش مالی و یا هم گفته میتونیم امو ذکاوت یا امو داشتن مهارت به خاطر از اینکه ما چگونه میتونیم به پول دست پیدا بکنیم می است که داشتن مهارت توانایی قدرت ذهنی ابتکار داشتن خلاق بودن در مورد پول که ما تنها مشخصا پول نه بلکه ما مالی گفتیم که پول هم شامل از اون میشه اول یک تفاوت باید بین مالی و پول باید داشته باشیم که پول مشخصا همو شکل بانکنوت قاضی که هست که تبادله میشه و وسیله تبادله برای اجناس هست مالی به این معنی که مکمل تمام آن چیزی که بر ما پول به دست میاره پول بر ما میته یا در جیب ما پول میاره به این شکل هر چیزی که هست که حالا مثلا موتر است سرمایه است هر چیزی که هست خانه است تعمیر است این موضوع است از اون خاطر هوش مالی به این معنی که ما اونم توانایی قدرت مهارت را که داشته باشم به خاطر از اینکه چگونه از کدام طریق با کدام طریق با کدام شیوه با کدام متد میتونم با پول دست پیدا بکنم شه. و چگونه باید پول به دست بیارم و نه تنهایی مهم نیست که من چگونه باید پول به دست بیارم اما شه. در مقابل موضوعی که بسیار مهم است که من چگونه باید حفظ بکنم شه. چگونه باید کنترل بکنم منظور مدیریت بکنیم و چگونه باید به مصرف برسانم خیلی ها مهم است یکی از دانشمندها به این عقیده هستند که پیدا کردن پول بسیار ساده است اما مصرف کردن پول مدیریت کردن پول بسیار مهم است مهمتر از چیزی است که ما رو به دست میاریم شاید دیگه کسان پدی پاوری چه که پیسې پیدا کول آسان وي مصرف هم آسان دی مصرف آسان دی اینا کسایی هستن که فکر میکنن پول یعنی به معنی فقط خرج کو تنها آن چیزی که میخوایم مورد بدست بره به این شکل نیست ما باید یک مدیریت خوب یک برنامه خوب به خاطر مصرف داشته باشیم ما زیاد دوستا شاید ما شما در افغانستان هم داریم که متاسفانه پول بدست آوردن حتی به بسیار سادگی نه به زحمت هم بسیار سادگی میتونن پول بدست بیارن یا از خانواده میراث مانده یک مثلا زیادتر قره کشی هم بگویم بسیار به سادگی میتونن پول بدست بیارن اما و بسیار یعنی بعد از مدت بسیار کوتاه دوباره مفلس شدن به افلاس و ورشکستگی مواجه شدن شرکت های بزرگ من خودم سراغ دارم شخص در افغانستان شرکت های زیاد بود که متاسفانه بعد از مدت ورشکست شدن چون اونها در فکر دی فکر بودن دی باور بودن که ما تنها پول داشته باشیم مصرف بسیار ساده است که شما گفتین چگونه میشه مصرف بکنیم زیا پرسن لدم هغه دا چې ډیر کسان ز پخپل د عادت لرم چې پیسې می لاس راست ډیر ژر مصرفوم بله وست دې ساتول لپاره کوم لاري چاري ست چې بله درقن از نظر اقتصاد خب ای است که ما باید اول خود یک برنامه منظم باید داشته باشیم و سنجش باید داشته باشیم اقتصادان ها به این بار هستن که یعنی تا آخرین حد یعنی در نهایت که هر قدر عاید تو کم باشه تو مجبور مکلف است باید پس انداز بکنی یعنی دانشمندا به این عقیده هستند که هیچ نیاز یا دلیل توجیه کننده به این نیست که ما پول باید ذخیره نکنیم و ذخیره باید نداشته باشیم یعنی دلیل شده نمیتونه زیاد دوستا دلیل ایران میارن که حالا من خو عاید کمتر دارم و از این عاید یا از این معاشی که مثلا ثابت هست که ما متاسفانه میبینیم در افغانستان بیشتر معاش ثابت که داده میشه اینا میگه ما نمیتونیم از این پس انداز بکنیم چیزی که بسیار مهم است ما باید اول یک پس انداز برای خود یک مشخص مقدار مشخص به خود باید داشته باشیم سنجش داشته باشیم ما چگونه باید چقدر مقدار در کجا مصرف شود و چیزی که بسیار مهم است دیگه اولویت بندی مهم است ما نیازهای انسان بی‌نهایت است یعنی نامحدود است نیازهای انسان هیچ زمان برآورده شده نمیتونه و تکمیل هم نمیشه و یعنی بالاخره تکمیل هم نمیشه و اتمام هم نمیشه زیاد شده میره برعکس است هر قدر تو به چیزی که نیاز داشتی به او دست پیدا کردی او بیشتر شده میره پدر علم اقتصاد غرب البته به نام آدم اسمیت میگه که
ما زمانی که یک فرد یک شخص میخواد یک چیز بدست بیاره، با مجرد که بدست میاره نیاز بعدی برش پیدا میشه. بالکل پینزنی از اون عادت شیکی فکر بعدی در فکرش میاد که ما باید به این چیز باید دست پیدا کنم. از اون خاطر نیازها بین حیات است و منابعی که ما در مقابل داریم بسیار محدود کم هست، ما ناگزیر هستیم که باید یک اولویت بندی باید داشته باشیم در قسمت شا. اگر ما میخوایم پول خود به درست مدیریت بکنیم، چیزی بسیار مهم است اولویت بندی در مصارف خود داشته باشیم. ما میخوایم نیازها خود برآورده نشه، ما باید در این عقیده باید باشیم. با سر راهکار صحبت میکنیم که راهکار چی هست، ولی اول برای فعلا ما دمی سوال شما به ارتباط سوال شما است که ما باید اولویت بندی بکنیم. ما اول باید کدام نیاز خود برآورده بسازم، کدامش مهمتر است از نظر زمان، از نظر شاید لری که چه مثلا دیشن ترتیان سه زده واخلم دقیقاً به این شکل و چی میتونه مثلا برای فلان نیازهای مرا تکمیل میکنه و برآورده میسازه، و چیزی هایی که مثلا نمیتونه برای فلان، یعنی نیاز نیست ما رو برای فلان داشته باشم و برای زو باید دست پیدا بکنم. ما شما متاسفانه در شرایط فعلی به یک فرهنگ تبدیل شده ای که مثلا زیاد چیز هم نیاز نیست، اما ما میخوایم او را باید داشته باشیم به هر عنوانی که میشه. یعنی بعضا حتی بیخی به غیرت افغانی ما ایره چی میکنیم که ما باید امی چیز هر قسمی که میشه ما باید امیره داشته باشم، اما این امکان پذیر نیست. ما باید بارها و وقتها رو باید داشته باشیم، این وقتها رو باید بپذیریم. بس ازوانان چی نمیده پانتون فارغی جی ده مالی بحران سر مخمخ کیجی یا ده کرد خواست پورتی جی یا بلا خردی پخبالا زکار نلری نو بنان دوی ده مالی بحران سر مخمخ بی چه وکړه چې خپل مالی حالت تغییر ورکړي؟ بدلون بسیار خوبی را شما اشاره کردین که ما شما مشکلات بسیار زیاد در افغانستان داریم. بس ما شما محوطه افغانستان است نه بیرون از کشور، چون فرق میکنه محیط اینا بسیار تاثیرگذار هست. جی دی پی یک کشور مثلا درآمد یا عواید یک کشور که بدست میاد بسیار که در کشور که فرق میکنه بسیار مهم است و تاثیر خود بالای فرد فرد یک کشور داره. از این خاطر ما شما مشخصا بالای افغانستان که صحبت کردیم و این موضوع بسیار خوب اشاره کردین. جوانان امروز مشکل داره متاسفانه که وقتی زمان از پانتون فارغ میشن، دانشگاه فارغ میشن، در فکر ازی هستن که حالا باید یک درآمدی باید داشت. بالکل چیزی که بسیار مهم است این است که به ویژه در کشورها جهان سوم من جمله افغانستان مهارت مهم است، استعداد مهم است. ما باید به دنبال یادگیری و مهارت ها و تنها یعنی علم مهم نیست که ما تنها امو چیزهایی که یک کتاب یا چهار کتاب کس ما بوره مطالعه میکنیم در حد مون باید باشیم. ما زیاد کسا رو من خودم شخصا میشناسم که اینا از اول مره فارغ میشن، اول مره می پانتون فارغ میشن، اما باز هم بیکار هستن، کار پیدا کردن نمیتونن. دلیل اون چیه که ما در کنار اینکه ما دانش خوب داریم ما باید مهارت هم داشته باشیم، چیزی بسیار مهم است. یعنی مهارتی که ما چگونه باید پول خود مدیریت بکنم، ما چگونه باید پلان باید داشته باشم، باید یک هدف به خود تعیین کرده باشم که ما زمانی که وارد پانتون میشم 4 سال بعد یا هر قدر بعد 7 سال بعد که ما فارغ میشم، ما باید کدام برنامه رو داشته باشم و از کدام طریق میتونم به پول باید برسم. یعنی ما تنها به یک فکر باید نباشیم. در کشورهایی که مشکلات بین حزیات تاثیر افغانستان ما باید یک چیز باید متوجه نباشیم. جوان ما چی میکنه؟ سو پلانون باید ای بی سی. جوان که زمان وارد پانتون میشه فقط در فکر از این است که امتحان، فقط در فکر این امتحان است که ما باید درس بخونم نمره خوب بگیرم. تنها نمره مهم نیست. یکی از دانشمندا البته خارجی است، کتاب برای چاپ کرده بود به نام پدر ثروتمند و پدر فقیر. این کتاب دهمین کتاب بسیار پرفروش در سطح جهان بود که بسیار فروش بسیار خریدار داشت و از این مردم زیاد استفاده کرد. دیر الوستون که مدرد بله دقیقا، چون از این خاطر بود که او کتاب دو فرق بسیار عمده داشت که شخص یا یک پسر یکی پدر مثلا که اصلی چون بگیم اونا درس زیاد خوانده بودن، یعنی تحصیل خیلی فوق العاده داشتن، اما در کنارش مهارتی را نداشت که ما چگونه پول پیدا میکنیم چگونه مصرف میکنیم. اما در مقابل کسی که زیاد دانش بالا نداشت اما او را پدر خوانده بود، او طریقه های پیدا کردن پول برش یاد داده بود. یعنی چگونه ما میتونیم که پول بعد از بیاریم و چگونه باید مصرف بکنیم. یعنی تنها این نیاز است ما باید نمره خوب داشته باشیم، دیپلم بسیار زیاد داشته باشیم. و ما شکایت ما جوانان می است که ما یکی دو مشکل داریم. یکی ما همیشه در فکر یک مورد هستیم، یک چیز هستیم، یعنی دیگه اطراف خود محیط مشکلاتی رو در نظر نمیگیریم، تنها فقط در فکر امتحان هستیم که چگونه نمره خوب باید بگیرم، دیپلم خوب داشته باشم، سند بسیار زیاد داشته باشم که بسیار یعنی سند اساس سرم راست نه که چی تاسو پیسې لا سره وړي. زه غواړم دا پوښتنه مسته سبب بخښي ځکه زموږ وخت نه دی. آنلاین کارونو ستیر سی وی دی یا آنلاین درس ورکول یا آنلاین خرڅلاو دا څومره پر مالی بدلون باندې تغییرات تاثیر اچولای شي؟ یعنی خودش نظر این خودش نوی از ابتکار یا نوی از خلاقیت بگویم یا نوی از کارآفرینی بگویم، این هوش مالی بر ما یاد میده که ما باید یک مبتکر خوبم باید باشیم در کنار ازی که چگونه پول ما پیدا میکنیم، مصرف میکنیم، نگهداری میکنیم، سه موضوع و یا مدیریت میکنیم. این بسیار مهم است. یعنی ما تنها آنلاین این بسیار که خوب از زیاد جوان مادر که محصل هستن
یا فارغ شدن وظیفه پیدا نکردن در خاندان میتونن بسیار خوب کتاب بفروش برسن یا کارهای دیگه رو بکنن انجام بدن در خانه بسیار راحت میتونن پول پیدا بکنن زیاد جوان هم ابتکار یعنی مهارت خوب دارن ولی جوانایی که مثلا فارغ شده فکر ازی هستن اینا ما بی باور هستم یا عقیده هستم یعنی ما شاهد هستم عملا دوستای ما هستن که اینا یک مهارت کمتر دارن و دوم اما پلان اهداف اهدافی که باید میداد زندگی متاسفانه نداشتن به هدف به پلان بدن ما یک موضوع بعد از قسمت اختلاط با شما میگم خیلی کوتاه البته که داشتن هدف چقدر برام مهم است. در یک از پانتون ها در جریانی که محصل بودن رفتن احصایه گرفتن و پرسشنامه را مطرح کردن از 100 نفر پرسیدن که شما چی هدفی به زندگیتون دارین یعنی بعد از اینکه از پانتون فارغ میشین چی هدف در زندگیتون دارین چی میخواین چی کارهایی را بعد از این شما انجام باید بدین در میان 100 نفر 70 نفرش گفتن که خدا مهربان است مثلا ما شما که میگیم خب بازم وقت میبینیم یا مثلا چی ستر سرکش بله چی میشه وقت باز میبینیم خدا مهربان است موضوعات مطرح کردن بدون شک خدا مهربان است ولی خود ما بسیار مهم هستیم که باید کار باید کرد و 30 نفر اهداف بسیار خوب داشتن همین که ما به شما گفتیم باید هدف داشته باشیم کار باید بکنیم نه تنها در مقابل در یعنی متوجه امتحان و کتاب خواندن باشیم نه کارهای دیگه باید در فکر ما باید باشه مهارت خوب باید داشته باشه اینا گفتن که ما بعد از اینکه فارغ شدم ماستری مثلا یا یک شرکت میخوام واسه بکنم اینجا میخوام وظیفه اینجا میخوام انتربی موضوعات مطرح کردن یا میخوام این پلان دارم این هدف دارم 30 نفر هدف داشت بعد از اینکه پانتون فارغ شدن مدت زیاد گذشت دوباره می شخص اومد از اینا باز هم سوال پرسیدن و گفتن که یعنی بعد از مدت بسیار زیاد از پانتون فارغ شد بالاخره کارم کرد یعنی فرض میکنم مثلا 5 سال بعد اومدن گفتن که خب امو 70 نفر امو 70 نفر که گفته بودن که والا من متاسفانه چیز ندارم خدا مهربان است اینا درآمد کل مجموعه از اینا 1 لک دلار مثلا بوده شده بود و 3 نفر بعد از مدت 5 سال مجموعه درآمدی که اینا داشتن 1 لک دلار شده بود یعنی به این معنی کسی که هدف داره در زندگی خود پلان داره یا یعنی یک مفکوره یک هوش خوب داره هدفی که داره درآمد 3% مساوی است با درآمد 70 نفر یعنی بگم 70% بگم دیلند که جواب را که ببخشید دکه وقت دیلند دی څنګه مالی هوشیاری ته لکه څنګه چې تاسو خپل په خبره کې اشاره ورته کړی چې په لارو چارو باندې باندې غږیږي څنګه مالی هوشیاری ته رسیدل خیر دیلند خو تاسو میگم راه کار زیات دارم ولی متاسفانه دیم مدت کوتاه نمیشه ولی اولین چیزی که بسیار مهم است ما اول تغییر باور باید داشته باشیم باور خود تغییر بدیم به این معنی که ما همیشه فکر هستیم والا نمیشه پیدا کردن تا که سرمایه نباشه نمیشه زیاد جوانم میکاپ میزنه والا پول نباشه سرمایه نباشه آید خوب نباشه شخص ما بکنیم موضوع دیگه هدف است که ما به شما گفتم تا این هم بسیار مهم است ما باید برنامه داشته باشیم هدف داشته باشیم موضوع هستیم بلند بردن مهارت است یادگیری و آموزش موضوعات است جواندی حسین اطلاع مسلح پا کابل پندوکی در اقتصاد محصل دماغ خلوب